در دلم نیز به جز الف قامت یار چی کنم عرف دیگر یاد نداد استادم. اگر ما تنهای نمی الف عمل کنیم امشیر جان در سراو میرم، این قدر مستم که بی کشتی به دریا میرم، در ستونش پیچیده و بالا میرم. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، تو بیرون در چی کردی که درون خانایی؟ به زمین سجده کردم ز زمین صدا برآمد که خراب کردی ما را تو به سجده. یا بی نیاز خودت گفتی که اکبر در تاوان میتو، هر کس سایی و گم کد آلش از ایبتا. آمی دکتر عبدالله و غنی را گفتم، گفتم اول که بس خدا و رسول زدی با درای غلام رسول رفتی، خدا و رسول هم الهیتان کد غلام رسول هم نفس داده بربادم یا علی ولی اولا، کنده بیخ بنیادم یا علی اولا، غم سر غم افتاده در دل عزین من، زرد و زار و ناشادم یا علی ولی اولا. حتی غنی مرا خواست تا وادی آخر، ما گفتم بده پیش بده کابل دست کابلی، امنیت تام به دوش ما و تنظیم فقاریان به دوش ما نداد. دوادی آخر گفت، ما گفتم نیاد دیگه، من نمیایم. بنده پیر خراباتم که لطف اجدایم است، ور نه شیخ و زاید و گای هست گای نیست. ما گفتم برو دیگه گلم چم است. بنام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقت بخیر به همه هموطنان عزیزم. خدا کنه جو صحتمند و سرحال باشین، هر کجای دنیا باشین خوش آرام باشین. هموطنان عزیز، امروز ما با یک شخصیت هستم که خیلی یک شخصیت مشهور هستن دیگه، شما بیشتر با چهرهش آشنایی دارین، تمزایش دیدین، خیلی یک شخصیت محترم هستن که ما بعد از بسیار تلاش های زیاد اینا رو دیگه پیدا کردیم و اینا هم زحمت کشیدن، همه کارهای خود ماندن و همراهی ما مصاحبه میکنن. خیلی تشکری از شما میکنم دوستان. دیگه شما ببینید که کی هستن، حتما مشناسینش. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امشیر جان، قدر تعریف صفت که میکنین، ما چیزی که شما میگه چیزی من نیست دیگه، قابلیت صفت کردن ندارین، هنوز کم هم گفتیم برتان. امشیر جان، در شورا قابلیان بومی داشتیم، آل به نام شورای عامیان آزادی سال افغانستان در خارج کار میکنن و قریب به خیر وطن ما و شما هم جور میشه. امو که پرسان میکردن که آقا صاحب دکتریت از کجا گرفتی، کدام پوانتون؟ من گفتم آقا دمی الف که بند مانده در بی نرسیده. در دلم نیز به جز الف قامت یار چی کنم عرف دیگر یاد نداد استادم. اگر ما تنهای نمی الف عمل کنیم امشیر جان در سراو میرم، این قدر مستم که بی کشتی و دریا میرم، در ستونش پیچیده و بالا میرم. خدا ما را ادب اسلام نصیب کنه، عمل اسلام نصیب کنه. عالم قرآن، اما حکومت پیشتر عالم قرآن بود، اما عامل قرآن ما را بسازه که عمل کنیم. امشیر جان، زمانی که ما این میالف عمل کنیم دیگه تا دبی نمی رسیم. در سر حو شمس تبریزی می رفت، بیشتر هم که دی برادرم هم گفتم ما که دی مکتب تصوف در آیم، تصوف سربازی جانبازی است دیگه. نال خدای بینیاز ما را در سرخان تصوف کلان کده و کل برادرها را ما در سرخان تصوف بشانه، وطن ما جور میشه. امشیر جان انشاءالله بخیر. بسیار گپای شیرین میگن، کمی گپایش بشنوی غرق گپایش میشی، نمیفهمی در کدام جای میری، بسیار اما تو در فکرها غرق میشی. من همی شیرهایشان هم مشنوم، تنزایش هم میبینم، دیگه غرق میشم، در فکرها میرم. خودتون هم تو احساس جالب میداشته باشین، در فکر غرق میشین. ولی ایتر است همچین جان بارا در خط به شریف رفتیم در باغ بالا، برادرای پنج شیر ما بود. اینه میگه اتو برادرها بود که اتو پشت شام کپ شده بود، ریش مبارک شام سفید با کلش همتو میگفت که آقا صاحب ما پیش آقا صاحب خرد کلان شدیم دیدی افغانا، ولی آقا صاحب این 40 سال پیش هم دیده به همتو جوان است، حال هم جوان است. ولی هم گفتم آقا پیسه در بانک نداره، بلند منزل نداره و چرت هم نمیزنه، در تنظیم هم نیست. چرا شو گفته نباشه؟ ولی سبب ساز است، دره که بنده ببنده در الله میش باز است. عالمی نامش انسان میبینیم شکوه میکنم، میگه برو قضا تش توسل، شکوه کفر است در طریق وفا، بر قضا شکوه است قضا ما بره. بنیاز گفته در مریضی ما، در نیستی ما که شکر نگفتی برای زش، شکر نعمت نعمت تفزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یعنی می مردم ما ناشکری کردیم به نیمی حالت رسیدیم. امشیر جان و یکی دیگه، ما یکی بلای جان دیگه خود شدیم. در تلویزیون دیگه من گفتم ریش مبارکش سعی کنی سعی نیم متر تزبیش سعی کنی، لنگیش سعی کنی، در صف اول مسجد هم میده و یعنی میالا اما قدر آرد روغنتان زخیره قدر در زخیره های چندوال باغ قاضی اطراف های ما. او بلیاز خدا تو که سری ملت رحم نکنی، خدا سر تو چی رحم میکنه؟
خو این امروز سبا مثل که ماسه یعنی 7 سال یا 6 سال بشه به دوای سر گردنه شودای سولین ده دای محرم صبح کیش ده گردنه ماست. پیش از او حاجی فاروق بود، خدا ببخشش که تی کل چیزی که نادخانه و گذشتگان ما که دعاگویا بود، پروردگار کل شب رو ببخشه، از برکت از واسر من شما میگ رحم کنه خداوند. ما گفتیم او تجارا بلیاز خدا که تی خداوند تجارت کنه که داقات میتیتان دمای ده تا جوان 20 تا قید توانتان 50 تا نکایش بسته کنه، نکایش بس بسه که خداوند ولی سیب چقدر خدا خوش شوازتان و پیسه دانم داقات میته. اما ایت روز شود که مثل پیسه پاکستان چند بود آنش چه رنگ شد، یهود نصارا هم گم میشه، ایده ای وطن خارجی کامیاب نشده و نمیشان. بعد از طرف ستار سیرت دوید مزار قماندان بود، اول ما خودم علاوت کردم یک 15 دقیقه صحبت کردم، 8 تلویزیون بود محترم. در وادی آخرم آقای خلاص رئیس تشکیلات شورای میان آزادی سال افغانستان ماست گفت آقا صاحب در آخرم بگیر که یک زمزمه میکنه یک دعا میکنه. دیدیم که قماندان خیست هر قدر سر نطاق صدا کردم، باز من صدا کردم که یهود و نصارا به خدا که 4 نفر بانیم اگه بانیم، ما کواسای همون مرد هستیم، اما ما نه از تو گله داریم نه از پاکستان، زبیگانگان هرگز ننالیم به ما هرچی کردان آشنا کرد. باز دینال دیگه تجارا رو رابی بسری یک بیبی بی بود، یک بیبی بی بود، اهل تصوف بود. زمان یک دو نفر مسافر زمین را تیر می شد، یکی به دیگه گفت تو بیاقی میریم چاشت همیجه لنگرخانه است، یک فقیرخانه است، همیجه چاشت خود تیر می کنیم باز میریم. یا کامدن ششتر کنیز گفت بیبی جان برای میمانا چی بریم؟ گفت برو یک دو تا نان از دکندو ببر بان برشان، دو تا نان کاورد جمان. این برادرها چی میگه؟ بیایم نان بخوریم، گشنام هستیم. دیگهش میگه گفته نمیشه یک ماس یک شربا یک کچولی شاید بیاید. یک چند دقیقه تال خورد، تال خورد و هر سانه در امتحان بودن، ما شما هم هر سانه در امتحان هستیم، خدا ما را ناکام نکشه. کوچه تق تق شد، قلندر صدا کرد که بتی به نام خدا. گو بی بی جان حالی یه چیزی نیست، گو برو بیتی تانان از پیش میمانا بگی بتی بار. آمده بیتی تانان گرفت از پیش میمانا بردم، قلندر را داد، قلندر نان گرفت رفت. حالی دی تا میمانا بین خود دیگه دعوا دارن، ما گفتم بیا می بخوریم بدر این گشنه ماندیم، بین خود دعوا دعوا. کنیز آمد که بی بی جان حالی به میمانا گفت چرت نه بی بی رفت در جای نماز. یا بی نیاز خودت گفتی یک مرد تاوان می تو مرد دیگه داتا نانگر داتا یا خداوند می فهم بی بیست تا نانگر که تفمه برای گو برو پیش میمان آباد. حالی میمان های کنیز ما کم کرد که نان از کجا شده در میان از تندور کشیدیش دیگه. این حال آقای قرن کسی که خداوند که تجارت کنه گفته ما یک مرد می تو این حال ما مردم صاحب گم کدیم. بازم تکراری میشه این صحبت ما که صوفی صاحب میگه میگه نفس من آمد چو در قید سجل، می نماید اختلاعتم رای دل، ای دل نالان چرا سرگشته ای؟ با چی شغل و با چی کار آغشته ای؟ در به درگشتی سر آسیمه شدی، زیر ساتول ادو قیمه شدی. می نفس ها میگن برگمانم صاحبت گم کرده ای، خیش را محتاج مردم کرده ای، یا مگر رفتی خرابات مغان، خسرانه بی صلاح دوستان. کار رندان را تو آسان نشبری، باید اول سر جان بگذری. تا نبازی دین و دنیا در قمار، در صف رندان نمی باشی شما. از خجالت رو ندارم در حرم، می روم در بتکده نزد سنم، با سنم بنشستم می گویم صمد، تا ببینم کارم در کجا کشد. اش قریب شناس یار خیش را، بر خدا بسپار کار خیش را. باز همی تکدارای کار در برینجا گفتم ذخیره کده، باز میرن کعبه شریف از این پیسی خون ملت. اما دروازان گفتم سرشان بند شد، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن. تو بیرون در چی کردی که درون خانایی؟ به زمین سجده کردم، ز زمین صدا برآمد که خراب کردی ما را، تو به سجده ای ریایی. مامات غرق گپایتان شده بودم، بسیار احساساتی میگن، بسیار آدم غرق میکنه. خوش آدمه که دگام گفته برن و ما بشنویم. جان بسیار زیاد خوب میگین. یعنی درد ملت هست همشیر جان، درد مادر وطن است. سبا پیدا حضور خدا میریم، چی جواب بگوییم ما؟ سر کلگی بعض دوستان میگه آقا جان تو حق وطن ادا کردی. من گفتم نه، هنوز هم ادا نشده. این مادر ماست، چرا ما ایتر شدیم؟ اینا رو یک را دمیخن خود درائیم. شیخ بریدین صاحب عطار میگه یه بنده یک را دمیخن درائی، کل کار جور است. ما از یخن خود برآمدیم، کور خود شدیم بینای مردم. صحیح نیست؟
میگه به باغی که چون صبح خندیده بودم زهر برگ گل دامن چیده بودم. ادب نیست در رای و پان آدم اگر سر نمی بود و لغزیده بودم. به زاهد نگفتم ز درد محبت که نشنیده بودم چی من دیده بودم. درون دل ما تو موجود بودی گریبان خود را نفالیده بودم. ندانم چرا رفتم از خیش بی دل به یاد خرام خرامیده بودم. یعنی ما که ما بفهمیم ما کیستیم چیستیم باره که خلق کده که یگانه سمد بی نیاز است. و از چی پیدا شدیم؟ از کجا آمدیم؟ کجا میریم؟ وظیفه ما چیست؟ اینم قگپک بفهمیم چیست؟ ما چی کنیم؟ پروفسور شدم آدم نشدم. جنرال شدم آدم نشدم. آدم شدن بسیار مهمه. خدا مرا آدم بساز. اول ما خدا جان در یک دسترخان ما شما را بشانه. 34 ولایت برادرانم خواهش میمیست کل ما در یک دسترخان بشینیم. مال خو وطن ما گل گلزار شده. قد یک برادر ما شوای جمعه ما میشینیم 12 قانیست که آقا جان معوضم جشنا قصه کردم که صحیب جشا و فامیلا رفت آمد داشت آن قدر ایا ایمان وجدان به طرف یک سیاستر ما کسیل کرده نمیتانست اینال به برکت خدا به امید امون روز هستیم گفت آقا جان به خیر امون جشنای تانا میشه و امید به خدا داریم که میشه اینمی امنیت که بیای امشیر جان کلی که افسر امنیت هست امنیت که آمد ماجرای ما میای به برکت خدا وطن ما گل گلزار بشه و یک گفت دیگه نگفته نمونه که زیادتر کسا آقا صاحب گفتن که شما زیاد جوان ماندی نسبت به سنی که دارین اینا دیگه مردای روغن زرد هستن از ام روغن زرد استفاده کردن دیگه تال ماشاءالله متصرفای هستن نمشیر جان قند روغن زرد مطرح نیست ایج ایمان کامل مطرح است هم ایمان کامل هم دیگه مسابقه که میگفتن وقت روغن زرد بخوری دیگه هیچ وقت در پیری از پای نمیمونی اما تو گپ نیست والا اون گپ صحیح است اصلا سوچا پدر کلانای ما و شما مردم بود خرابات بودن مناجات بودن هیچ وقتشان به میمیرانی نبود یک نفر کار میکرد دو نفر بدر نانخور بود و عمرشان در میمانی تیر شد اتا مادرای ما و شما یک بوجه هارده که مثال برادر ما یا پدر ما میارد در کندو منداخت بسم الله الرحمن الرحیم میگه ما پرویش خلاص نمیشه مثل که زمان حضرت عمر در کس رفت کرد در خانه خودم چیز داشت گفت یا خلیفه جهان ما چیزی ندارم چیزی نداری گفتنی گفتی بگم یه آرده ببر در خانه فلانه بیوزن زمانی که بوجی آرده برد در پشت خانهش تق تق زد گفت بی جان نمیره مبارک رایی که دبرتان گفت دختر جان گفت بله گفت برو بچیم بی در کندو گفت مادر جان امشب از صبح خدا مهربان از بوجی رو گفت برو جب یک کس دیگر بده این حال ما که داره ما من اوز هم دیگه هم میخواهیم بلیاز خدا این نفس اینه اونمو پریساب نفس است همشیر جان اینال قناعت هر قدر که داشته باشیم نفس ما سر ما غلبه میکنه میگه دگام باشه هر قدر که داشته باشیم دست نیکی نداریم که به یه غریب بیچاره کمک رواداری نداریم نه پیشترم که صوفی صاحب نالیده از دستان نفس داده بر با آدم یا علی ولی اولا کنده بیخ بنی آدم یا علی اولا غم سر غم افتاده در دل عزین من زرد و زار و ناشادم یا علی ولی اولا دو چیز عمده ما شما را خداوند داده یک ایمان ابراهیمی خلیل خداست که ما شما در ملتش هستیم خدا وینی ایمان نصیب ما کنه داتش منداختن تبسم میکد مبارک نمرودی ها که ما تر داتش میداد که بریم بیویج دارم هایت یک صاحب دارم یک نیت انسان به خلق خدا این میده چیز امده که از پیش آدم خراب نشته در عمر بنده خراب نمیشه باز زمان ما در نیمی جنگ ها یک کسی که در خانه میمان میره باز پیش مردم چی میگه فلا اینا چیز آمده در فلا راکت آمده میمان در راکت جور میکرد باز دیگه می چرام داشت و شتکام داشت و بی وجدان تو خس خدا غافل هستی میمان عزیز خداست میمان دوست خداست ابه مبارک کدام پیغمبر ما بود که بی میمان نان نمیخورد بی میمان نان نمیخورد اسمش فراموش کردیم امیال اصحابه سهی نیست یک روز یک گبر خداوند بر زیرایی کرد سلیمان پیغمبر بود یک گبر بر زیرایی کرد پیر صدا کرد شان دستایش هم ششت نان پیشوریش من گفت چی کار هستی؟ گفت من گبر هستم گفت بخیر من گبر نان نمیتونم این از دروازه ران یک چند قدم دور رفت وای آمد ای ابراهیم گفت من رفت تا سال نان دادم نگفتم این چیزه تو چطور این رقم تیز برو رو رضا کن سعی که چه رنگ به نیاز مهربان داره که یک دفعه یا رب العلا میگم دا دفعه لبیک میگرم هر کس سعی بگم که دارش زیبتر آبی دکتر عبدالله و غنی را گفتم گفتم اول گپ از خدا و رسول زدی بود درای غلام رسول رفتی خدا و رسول هم الهیتان کد غلام رسول هم امی که میگیم یا کنه بده و یا کنه استعین دو ترموز دایت دست گرفته نمیشه سطرف بشم مرگ ما روزی ما دست الله است
میگه غم بخور بر هم مزن اوراق دفتر را که پیش از آمدن طفل پر کند یزد فرستان مادر را. درکنم و طفل که به دنیا میره پیش هم روزیش هم در دنیا میره که تا چی وقت باید روزیش برسه. و نگفتن همون بسیار حافظه قوی دارن، نام خدا کال نظر نشن. در این سن سال دیگه زیادتر کسا هستن یاد فراموشی پیدا میکنه، یک کمک جوان هم هستن، در این وقت ذهنشان مخشوش هست، در فکر هستن دیگه، ذهنکشان مخشوش هست، یاد فراموشی دارن، هر چیز زود یادشان میده. اما اینا نام خدا بسیار حافظه قوی دارن. خب آقا سر بزی بگوین کمی تنزایی که میگین آیا چاپ شده یا تنها دم ذهنتان است؟ خلاص هر وقت کمی وقتش آمد دم جایش میگین. والا امشیره جان، نمی بعضی عالمای ما میگه که نماز بخوان، روزه بگیر، حج برو که صبح در جنت میری. پروردگار برای ما نمی جنت جور کده، اینمی دنیا برای ما جنت است. حالی میه واها تنها بواهای افغانستان ما در جهان نبود، چرا ما ناشکری کدیم؟ اینال اینمی چیزی که گفتم جوینده آبنده است نی؟ بعض زمان که تیمی عارفا که ما مره خداوند به تمام ساخت دیگه هیچ غم از ما دور شد. بیبی صاحب رابعه بصری را پرسان کردن آیا تو شیطان دیدی؟ شیطان در جان تو نمه که من قدرش که خدا غرق استم که هیچ شیطان منم اشناسم. این همشه رجا شما دیگه بنیانگذار خانقای کابل هم هستین، دمو باره اگه کمک با ما معلومات بتیم. هزار دفعه همین زمانی که نیبه تنظیما در پاکستان بود، عروس رفت، دکتر نجیب گفت من کشیده میشه امی مردم مجاهد ما ما کشید. او برزای خدا آمده بود، برزای خدا را منتاب ما در امتیان خدا برابر شده بودیم. امی برادرای ما کلگیشتان بعضش پاکستان رفت، جان شیرین است آبرو و عزت صاحب. باز ما صاحب عاشقان عارفان پاشا خانقای پالوان میگن غلطیده بود، عاشقان عارفان پاشا یعنی میگه من او عروسی هم کده بوده و لباس های من که بی پوشیدیم و سیاسر میگفت کجا میری. امیر راکت بود 20 پاچایی بود کابل ما، کس دهی سرک که تو آزاد گشته نمیتونست. آقای قند بم بود، راکت بود، زدن زدن بود. فقط که مثل که گوزپنده که اگر اسپان پرتی همو کش کده مره آشقان عارفان میرفتم. سیاسر میگفت خیره میگفتم دم نزدیکا میرم نگفت. چرا یک کسی که شیرچای میتید، پلاو میتید نه؟ در زمانی که چیزی نداشته باشه کوری ایلا کنیم ما نامردیست نه؟ باز میرفتم آشقان عارفان پاچا و چهار شنبه زیارت شاد شمشیری ولیسه چهار نفر یک جای میکدیم دربار اعلان نکدیم. باز براخره اضافه کشیدیم، باز در مسجد رفتیم. باز چیزایی که ما از این دوستای خدا دیدیم خوب خوب آدم ها ندیدم. باز یک کلان ممیال صاحب دوازده را پاس کده، تخنیکار هم هست اما فیلنده کلب بلیارد هست که من تا خود میچلانه. برزی که اخلاص عقیده بشار من بعض میگه شد شمشری ولی صاحب خواه است نه، ارگز نمیردان که دل زنده شد بهش ثبت از بر جریده عالم دوام ما. کشتگان خنجر تسلیم را از غمان از غیب جان دیگر است. همه برادرای ما که جادی بدن یک تعدادش خدا خواست شهید شد پیش خداوند رفت، خواست بود. یک تعدادش همی حال دنان شب و روز احتیاج است. چهار تا کسایی که بیادر بی وضو بی نماز به نام جهاد آمد کابل ما را چور کرد. ما نام مجاهد بسیار مقدس است، قربان سر چاو اینال اینی برادرای ما مجاهد است. یام دست سپر سینگکایشان سپر بود در مقابل مثلا یهود و نصارا. اینال از وا گرفت خدا یار داد. اینال به برادرای ما که رنجیده واقعا جهاد کرده، اینال اونا جوانای دیگه ما را یا داغوش خود بگرن کار ما جور است. و روزای چهارشنبه هم ما بی یکان سخن برادران میگم، میگم چرا نمیشاد شمشیری ولی صاحب شما جمع میشین؟ چرا در تیمورشاهی نمیرین که مرقدش کلان است، هزار نفر جای میشه برزی؟ یا جان دادن چون خاک را شدم هم چو پس بادباز تا آبرو نمی رود نام نمی رسد. حافظ صبور باش درای عاشقی هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد. راز درون پرده زرندان مست پرسی نال نیزای دالی مقام را. دیگه پروردگار عالم برکت بینیازیش اینمی دعای ماست که اول کل گذشتگان ما شما و اهل اسلام خداوند ببخشد. دوم دیگه پروردگار بینیاز لطف کرمش شامل حال ما شده و دیگه هم پروردگار بی نیاز رو میخواییم که دم یک دسترخان ما رو بشانه، این برادران ما جوانای روشن فکر ما رو داغوش خود بگره بخلی. یک تعداد خائنین بود رفت که پسی وطن ما امو افغانستان امو خراسان که در تاریخ بود پس امو تاریخ زنده کنیم. انشالله امید داریم دیگه، نامید شیطان هست همی امید که داشته باشیم همه چیز علمی یک شاخ ایمان امید است. همشیره جان انشالله تعالی من پیشترم برای تان گفتم
که دمی طول 45 سال تو برف و باران نشده بود. سالی که نکوس از بهارش پیداست، امید بالا داریم که وطن ما جور میشه. آقا صاحب بزی بگوین که چند اولاد دارین؟ اولاداتون هم طنز میگه یا نه تنها شما میگین؟ والا اینترس میگه در یک خانه یک دیوانه. استغفرالله. بعضی دوستا مثلا سابق 11 ما میگرفتن، دکتر صاحب معروف سامی ما، باز همین جام برادرها یاد میکرد که آقا صاحب هم یک بسر تربیه کن. والا گفتم تا که کشش از جانم معشوق نباشد، کشش کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در غرفام کتاب های تصوف دارم، در خانه هم است، میگم بخانه. حالا این جد بزرگوار ما خواننده نبوده، وای آمد برش صحیح؟ میگه ستاره بدرخشید مای مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت خط ننویش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. باز من میگم شانده ای که دینیمی را بسیاری رای زیباست. زمانی که مرا خداوند کتمی عارفای خود از امی آفیس سیب شروع کردم، کتمی دوستای خود که من به تماس ساخت، من دیگه دنیا را پیشتش نمیشت. حتی غنی مرا خواست دو وادی آخر، من گفتم بده پیش بده کابل دست کابلی، امنیت تان به دوش ما و تنظیم فاکاریان به دوش ما نداد. دو وادی آخر گفت، من گفتم نیاد دیگه من نمیایم. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ور نه شیخ زاید گای هست گای نیست. من گفتم برو دیگه حال گلم جمع است. اینا امشیره جان جوینده بازم گفتم یا بنده است، هر کس کنه من را تعقیب کنه در اون مقام میرسه. دیگه من خودم پیشترم براتون عرض کردم که بی سواد است. از هم ما که دیگه فهمیده هستیم. احساسات تا نکه من میبینم، شعرهای تا نکه من میبینم، از صد فهمیده که شما بهتر است. ولی ای ترس امشیره جان که انسان درد به طبیب میرسانه. کسی که درد ملت و مادر را نداره، هیچ جای از او باقی وش است. بی درد را دوا و به ما درد میرسد، روزی به قدر حوصله مرد میرسد. بی چاشنی درد کسی مرد نمیشود، نامرد بودر که در او درد نباشد. پیشی بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، شکوه گر دارم با یار صاحب دل کنم. هرچی درد از خدایا میخواهم نصیب من شود، بر امید یام که یار یکدم طبیب من شود. گلی که بوی ندارد بر او چمن حیف است، دلی که درد ندارد بر او بدن حیف است. کسی که سجده ندارد بر او کفن حیف است، کسی که فهم ندارد بر او سخن حیف است. امشیره جان ایره شما تاریخ خواندین که تا هندوستان از ما بود صحیح؟ اما اونال کسایی که خیانت هم کردم تیر شد، کسایی که خدمت هم کرده تیر شد، خوب هم کردن تیر شد، بعد هم هرچی کردن به خود کرد. زمردان عالم بماند سند، یکی نام نیک دیگر نام بد. در بعضی جایی که میرم حتی در ختمای شریف رفتیم، نجیب تو که داوود تو گوه بدر بمای تو چی کرد؟ لقمان صاحب گفت ادب از کی آموخته؟ گفت از بیادبا. یک طفلک بازم تکراری میشه معلم خیستان گفت بچه مثال سلطان محمود یا امیر عبدالرحمن خان یا امان الله خان خدمت کرد خیانت کرد چی کرد؟ گفت قرار معلم صاحب پشت مرده گفت نزدم که غیبت میشه دیگه. ایداره همشیره جان از ماسیبه خدا هیچ کس خلاص نمیشه. خداوند ما را که ما بسیار کمک کرده، بسیار لطف کرم کرده، حالا یک لطف کرم اضافه میخواییم که ما یکی دیگه خود داغوش خود بگیریم. میکنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود، سکه بر سر میزنم تا صاحبش پیدا شود. ما الله میخواییم که سلطان محمود غازی به برکت خدا پیدا میشه که وطن ما گل گلزار شد. سلامت باشین آقا صاحب، تشکر از اینکه وقتتان رو به ما دادین. خدا کنه مزاحم نشده باشیم، خوش باشیم از کار با شما رو نمانده باشیم. شما دیگه زیارت هم رفته بودین دیگه، ما دیگه بجله خواستیم تا ببخشین دیگه. امشیره جان من خادم هستم، من خادم نمشاد شمشیری ولی صاحب. اول شای مردان بود، با شای مردان زمانی که من اینجا آریسی کردم خداوند به مقصد مرا رسان، پروردگار کمک از الله بود. خونم اونجا خادم بودم، باز از اینجا در تمیم شاید، بس تمیم شاید دیگه باز عاشقان عرفان پنچا، از عاشقان عرفان پنچا دیگه من خادم شاد شمشیری ولی صاحب هستم. چرا مردان خدا خدا نباشد لیکن ز خدا جدا نباشد؟ یا مجاهدین واقعی بدن کنال پروردگار بی نیاز است، قشم لطف کرم شده کمت مجاهدین خدا بر ما آورده، ان قریب به برکت خدا جدم که وطن ما گل گلزار میشه. سلامت باشین آقا. خوش باشین امشیره جان، شما هم خوش باشین که صدای ما رو میرسانی به برادرای ما که تشویش نکنن. که اموجا به زبان عارف میگه غم مخوی بنده غم خارت منم، این جهان آن جهان یارت منم. پس خداوند یار ما باشه دیگه چی چند بنذره؟ گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوزدان ناله زارت منم.
رو به داروخانه لطف من آی چون شفای جان بیمارت منم. گر نداری روز تو پروای ما شب بیای آره شب تارت منم. اینه قش که آقای قل ما خدا گم کدیم صاحبه گم کدیم. امو جی میگه رو به دربارش که آوردی گشتی نامید بند نگر کاهیل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بله؟ بگه ای بنده گریز خود را به ما ایلک و با حضرت ما دوستی یک دلک کن. هر چیزی که بغیر ما سان را ایلک و یک شب به دل سوز به درگاه ما بیا اگر حاجت تو نشد روا و آنگاه گلک و بلیاز قرآن دگه. دیگه چی بگوی بی نیاز ما؟ اول میگن اول تو بخوای وقتی که ندارید بازون وقت گلک کن. اینه گم میجست همشیر جان. دیگه نالی میگه ای بنده تو سخت بی وفایی از کبر به سوی ما نیایی. گر درد هم به جان زارت زاری بکنی دویدایی. وانگاه که تو را شفا به وقت ما آسوده شوی دیگر نیایی. بازا بازا ران چی هستی بازا گر کافر گبر بود پرستی بازا. این درگه ما درگه ناویدی نه صد بار اگر توبه شکستی بازا. بنده چون گردد پشیمان از گناه من نبخشم پس چی سان باشم خدا. یه تو خدای مهربان داریم دیگه چی بزنیم. منتها این مسئله امتحان است که خداوند ما را در امتحان ناکام نکشد. و هر کس که به خود خاص ناکام آد. هر کس به ملت خاص کامیاب شد. چرا پیشتر هم گفتیم که زمردان عالم بماند سند یکی نام نیک دیگر نام بد. فلانه پاچه عادل بود خدا ببخشش. فلانه ظالم بود. فلانه یتیم خورد. اینمی دو چیز میماند. دیگه خداوند هر قدر که به دربار شکر کنیم کم است. که امی برادرهای ما برادرهای طالب خدا مجاهد خدا هم گفتیم. کمی جوانای ما بسیار چرت میزنه یارو نمانی که فرار شوه. خودری که کار نجات بتیم فابریکا رو بخیر جور کنیم. و ان قریب میشن آقا. به توکل خدا امید داره. خب همتنهای گلام ای بود گزارش امروز از تنظنویس و شاعر مشهور کشور ما سید جان آقای دیفغانان. خدا کنه مورد پسندتان قرار گرفته باشه و خوشتان آمده باشه. تا ایک ما روزور حساب در یک از دیگر گزارش ها در حضور گرمتان قرار میگیرم. شما را به خداوند پاک بینیاز میسپارم. الله یار نگهدار همتان و نگفتن اما نه چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، کومنت کنین و ما هم نظریاتان در برنامه در نظر میگیریم. الله یار نگهدار همتان.